یکی از اقوام نزدیکمون موسیقی آذری کار میکردن به آکاردئون. من خیلی علاقه داشتم بهش از سن 2-3 سالگی. وقتی که ایشون ساز میزدن همیشه نگاه میکردم، گوش میکردم با دقت. و بعد بر صورت به خانوادم، به پدرم گفتم که من دلم خواهد موسیقی کار کنم، دلم خواهد این ساز رو کار کنم. و بعد به هر صورت به نوعی با ساز سنتور آشنا شدم و از اونجا شروع شد. در واقع من خب خودم تازه اومدم اسکاتلند 2-3 ساله، ولی به هر حال با یه گروهی آشنا شدم به اسم گروه دنیا که موسیقی در واقع خاورمیانه رو کار میکنیم. و از اون طریق بر صورت سال سنتور خب به کمی معرفی شد توی این جامعه. البته پیش از من هم حتما آدمایی بودن که کار کرده بودن، ولی خب توی اسکاتلند به هر حال جای کوچیکتریه. و اینطور که امروز نشون داد مردم خیلی دوست داشتن، فکر می‌کنم کسایی هستن که علاقه دارن که یاد بگیرن این ساز رو. برای همین فرصت خوبیه که این ساز ایرانی رو بر صورت معرفی کنیم به بقیه مردم. با این کتابی که شما مشخصا دارید اشاره می‌کنید، کتاب دستور سنتور استاد فرامرز پایور هستش که ایشون در واقع نوت نویسی رو برای سنتور شروع کردن در ایران و به صورت خیلی مدون این رو در آوردن. و این در واقع کتاب فکر می‌کنم تاریخچه در واقع انتشارش برمیگره به حداقل 40 یا 50 سال پیش. و از اون تاریخ به بعد ایشون استاد پایور شاگردان خیلی زیادی تربیت کردن و شاگردان اونا هم شاگرد تربیت کردن و به هر صورت پیش اومده. و نوت نویسی هم در واقع همون شبیه نوت نویسی غربی هستش، در نتیجه برای ارتباط برقرار کردن با افراد خارجی خب خیلی کمک می‌کنه. و ما الان برای بچه ها نوتار که میذاریم جلوشون خب کاملا مثل در واقع نوت غربی و مشکل نیست، به خاطر اینکه به هر صورت حالا میدونم شما تا چه حد در جریان هستید، ولی موسیقی سنتی ما یه مقداری بهش به هر حال کم توجهی شده در طول این سال. هرچند اساتید بزرگی دارن اینو در حال پیش میبرن همچنان، ولی خیلی مهمه که ما در واقع خارج از کشور که هستیم بتونیم این سازهای قدیمیمون رو معرفی کنیم و بیاریمشون توی صحنه. Thank you.
من فکر کنم جشنواره بهانه خیلی خوبی بود که برای ایرانی ها جمع بشن دور هم، یه همدلی بین همه هنرمندای ایرانی بود. بعد خب این جشنواره توسط یه سری در واقع داوطلب برگزار میشه و اداره میشه و به صورت من فکر میکنم یه حرکت خیلی خیلی مثبتی بود برای اینکه به صورت ادینبرا شهر خیلی فرهنگیه و اتفاقات فرهنگی توش زیاد میفته، ولی اینکه یه جشنواره ایرانی برگزار شه و ما در واقع یک گوشه کوچیکی از فرهنگ ایران رو بتونیم به بقیه مردم نشون بدیم واقعا کار عالی بود.